پس نه تنها قرار نیست توی جشن بزرگ و باستانی شرکت کنیم، قرار باستانی یخی هم بشیم. بدون حفاظ جادوی قلب کریستالی کل شهر میشه برف و یخ و زمستون. پس اون موقعی که شاه سامرا فرمانروای امپراتوری کریستالی بود و قلب کریستالی گم شده بود چی؟ اون موقع هم شهر رو برف گرفته بود؟ قلب گم نشده بود، یه جایی توی همون قصر بود، شاه سامرا خودش پنهانش کرده بود. متاسفانه هپا توالیت با اون هپا همین الانش هم در حال تشکیل شدنن. میتونم برم بالا و اصلا بپاشونمشون، کاری نداره برای من. من چون این کاری رو توصیه نمی کنم ریم بودش، اون ابرها جوری نیستن که تو فکر میکنی. اینجا شماله، ابرو به اراده خودشون حرکت میکنن و همینطور دارن قوی تر میشن و هرچی سر راهشون باشه نابود میکنن. مخصوصا امپراتوری کریستالی، ما هم نابود میشیم. بالاخره باید یه راهی باشه. درسته پرنسس توایلایت اصرار داره که ما از دور با هم دوست بشیم، ولی خیلی از اون زمان میگذره. من نمیدونم این لیست چه کمک قراره بکنه آخه. منم همینطور، آخه قرار نیست که مثلا با یه جور جادو برگردیم همون جایی که تموم شده بود. اتفاقا چند نمونه ازش دارم. تلسم دوستی میس مین، بازگشت به گذشته مارکاف، دوستیابی فلش پرنسر، ولی احساس میکنم این پرنسس دنبال استفاده از جادو نیست. درسته؟ آره معلومه که نیست. دفتر کردم اینجا نوشته اگه تمام راحل ها شکست خورده یه بار دیگه تمام این موقعیت های خجالت آور گذشته رو برای هم دیگه تعریف کنید تا درست بشه. حالا این چطوره قراره کمکمون کنه؟ آره خب دیگه، پس ما رفع زحمت کنیم. کاملا واضح اصلا اونجوری که توالت انتظار داشت پیش نمیره. به هر حال مطمئنم تو کلی کار مهمه دیگه داری که انجام بدی. چی؟ آها آره اوکیه صحیح، یعنی جادوگرا میت وقت سرخوان روندنم دارن. بیا بریم اسپایک. بره بخچه پیچ کرد. حتما یه تلسمی هست که قلب کریستالی رو درست کنه. احتمالاً اما چیزی نیست که ما بدونیمش. کتاب خونه قصر اینجا تقریبا به اندازه یک کاتلات گسترده است. احتمالی زیاده که اونجا هیست مفید پیدا کنیم. میتونین جلوی طوفانو بگیری؟ بله اما نه زیاد، حتی جادوی ما هم بالاخره ده برابر سرمایه شمال کم خواهد آورد. ما هر کاری که بتونیم انجام میدیم، ولی شما عجله کنی. من نمیدونم چقدر طول میکشه که تلسمو پیدا کنیم، اما به نظرم بهتره که به مردم بگیم برن یه جای گرم. بس سعی کنید از قلب کریستال هم اسمی نبرید، بهتره وحشت ایجاد نکنیم. متوجه شدیم، بریم دخترا. به کمک همگی تو نیاز دارم. کتابخونه کریستالی واقعا بزرگه. میتونی رو تمام ما حساب کنی تو ایلی. پس کجا رفت؟ این صدای بروس لی میاد از این بار. خب اسپایی که انگار بزرگترین ترسم واقعی شده. حتی اگه توالیت هم تصمیم بگیره کلن بیخیالم شه، تعجب نمی کنم. این اصلا تقصیر تو نیست. بر میدم که بگاتم این لیست راه حل تمام مشکلاته. اوف. نه مسئله لیست اسپایک، نه تو و نه توالیت، این منم که سامبرز دیگه نمیخواد باهاش دوستی کنه. من که یادم نمیاد اون گفته باشه نمیخواد دیگه باهاش دوستی بکنه. لازم نبود به زبون بیاره. توالیت اینو فهمیده، تو ارزشو داری که باهاش دوست بشن. پس منم دوستتم. بده بغلو. مرسی اسپایک، حداقل دوتا دوست دارم، حتی اگه یکیشون نفس اجدا داشته باشه. اوف اوف. این که نفس اجداست سرباست. آره درست میگی، ولی فکر میکردم قلب کریستال قرار سرما رو بیرون نگه داره. همینطوره، مگه چه اتفاق براش افتاده باشه؟ بازو بیا کامان. ما فقط زاریم میگیم بهتره که بیرون نباشی. وای ننه جون، من از شب قبل اینجا زنبیلم گذاشتم تو اینجا مال من بشه. بچه و بردار بیا. ولی اگه خوب فکر کنیم میفهمیم بیا از اقام بهتریه، مثلا از تو خونه خودتون. دست کریستال یکی از مهمترین رسوبات با هست و وقتی اون بچه مقابل کریستال نگه داشته میشه من میخوام خیلی نزدیک بشم و یه سلفی باش بگیرم. بذار بهتون روک بگم، بعید میدونم اصلا کریستالینگی در کار باشه. واقعیت اینه که بچه علی کورنه و قدرتش هم خیلی زیاده، پس شاید اصلا دلتون نخواد نزدیکش باشین.
بچه علی کنه ننه جون، بای دل تو دلم نیست زودتر ببینمش. آره تو بالا بالای خوشگلی داره، خیلی دازه. داخی خان ببین چی میگم، من 100% مطمئنم کریستالینگ انجام نمیشه. اگه کریستالینگ انجام نمیشه پس این آتیش بازی ها چیه؟ استوب کن، استوب. یا پیش خاله پینکی پای. نه این نیست، نه به درد نمیخوره، اینم که هیچی. آه تو چیزی پیدا کردی؟ فعلا نه، حتی مطمئن نیستم اینو درست مرتب شدن یا نه. شاینینگ آرمور، فکر میکردم قراره مراقب بچه باشی. به خدا دارم سعیمو میکنم. گرفتمت. نگرفتمت. بچه با یه جلیسی بیرا پارتی بکنه. جیسم سخت. شده. خلاصه بگم یه مفصل. خلاصه بچه قلبه کریستالیو ترکوند، برای همین هم فوائلیو تا کندس دنبال تلس میگردن که ایپراتوری کریستالیو نجاز بدن که تبدیل به یخ بندی نشه. آو این یکی چطوره؟ خلی اشیه یک کوهن، فکر کنم خودش باشه. تلس باستازی اشیه یک باستانی، باورم نمیشه پیداش کردیم. شانس آوردیم، نمیدونم بزنه این باید چی کار میکردیم. این تنها تلسم درد بخور توی این کتاب خونه بود که میتونست دردی ازمون دوا کنه. خیلی متاسفم توایلایت. تقصیر تو نیست استارلایت، هیچ کدوممون انتظاری همچین چیزایی رو نداریم. به نظر تلس یادت میمونه؟ من فقط یه بار خوندمش. اگه یه نفر باشه که بعد چند ثانیه یه کلمه رو برای اولین بار خونده باشه و یادش بمونه، اون تو هستی تایلایت. سعی میکنم ولی مطمئن نیستم که چقدر طول میکشه. میشه لطفا سریع تر؟ اگه بتونم کمک میکنم، اما باید محض احتیاط شهر رو تخلیه کنیم. باید همه رو ببریم ایستگاه قطار قبل از اینکه راه آهن یخ بزنه. باشه، ولی من مطمئنم که حتما تلس یادتون میمونه. فقط امیدوارم این تلس همونی باشه که میخواییم. از من کاری برمیاد؟ فکر نکنم، فقط بابت درست خیلی ناراحتم. اون دیگه الان مهم نیست، من و سامبرس همینجوریشم هیچ تفاهمی نداریم. اون مثلا یه جادوگر خیلی بزرگه ها، و منم دارم هر چیزی که فکر میکردم بلدم و دوباره یاد میگیرم. سامبرس؟ اسمش برام آشناست، اما اگه جادوگر خوبیه باید بیاریش اینجا. شاید اگه تلس کار نکرد اون بتونه باید چیکار کنی. آه البته، بهتره باهاش بری اسوایک. اطاعت. سامبرس، مگه نمیدونی بیرون چه خبره؟ چی؟ برف؟ این درست نیست، قلب کریستالی نیستش، بچه شاینینگ آرمور و کیتنس یه آلیکورنه. واقعا و خب جادوش یه خورده غیر قابل کنترل و زد قلب کریستالی رو نابود کرد. تویلت گفت شاید بتونه درستش کنه. پرنسس کیتنس هم پیشنهاد داد که تو کمک کنی. من؟ البته، تو توی امپراتوری کریستالی جادوگر مهمی هستی، باید باشی. آخ، صحیح، آره، اوکی. دلم میخواست کمکتون کنم واقعا، ولی فقط یه چیزی، من کلی کار جادوگری باید انجام بدم. جیل تو نمیتونیم اینجا بمونیم. راستی، بهتون گفتم این کریستالین سلطنتیه؟ وقتی کریستالر بچه رو بالا نگه میداره، تمام امپراتوری در شادی غرق میشن و قلب کریستال از همه قوی تر میشه. آره، برای بار هزارم گفت. واقعا بعید میدونم انجام بشه. زود باشه، داریم یخ میزنیم.
کنیم. ما برف ندیده نیستیم، اینجا امپراتوری کریستالیه. اما نه به این شکل، وقت ندارم بس کنم. پرنسس کیدن دستور داره شهر رو تخلیه کنین. اما کریستالین چی میشه؟ اون کریستالین بخوره تو اون سرتون. زود اینجا رو تر کنی تو یخ نزدی. چون قلب کریستالی پوکید. نه نه، اینجا دیگه هم نیست. منم داشتم همینو بهتون میگفتم دیگه. بهتون گفتم الفرار. ساندرز میدونم سر چلوغه، اما شنیدی چی گفتم؟ آره شنیدم، اما وقتی یه جادوگر خیلی معروف باشه وقت سرخاروندن نداره. سامبرز استارلایت ببین، واقعا میخواستم کمکت کنم جون تو، ولی الان نمیتونم. ای کاش میتونستم. منظورت چیه؟ آخه من بیام یه شی باستانی رو درست کنم؟ من همچین چیزی تو خوابم نمیبینم. اما من فکرم برای خودت استادی. داری اشتباه میزنی، من استاد ماستم نیستم، من اصلا جادوگر معروف نیستم، اصلا جادوگر نیستم. پشمام. میدونم درکش براتون سخته، اما همه ما عادت نداریم کارهای فوق‌العاده بکنیم. چی؟ یعنی که چی؟ واقعا مثلا دستیار پرنسس دوستی هستی یا؟ بعید میدونم مرکز برای این کار انتخاب شده باشه. راستشون بیشتر یه شاگرد تو دستیار. حالا هیچی، شرمنده که اون جادوگر بزرگ و شناخته شده که انتظار داشتی نیستم. سانبرست، برام مهم نیست که جادوگر باشی یا نه، فقط تعجب کردم. آخه تو همیشه همه چی راجع به جادو میدونستی. آخه این همه کتابو ببین. آره، مطالعه درباره جادوگری دلیل نمیشه، اما تو که نمیدونی تو مدرسه جادو اوضاع چطور بود. کلی بدونی ولی هیچ کدومشو نتونی انجام بدی. من هری پاترم. خب تو هم نمیدونی که چطوریه که ولت کنن و بذارن برن. بعد تو عقده‌ای بشه بخوای کیدیمار که ملتو ازشون بگیری. بعد توایلتو دوستاش بیان شکستت بدن و تو برگردی به گذشته تو تلافی کنی و اونا دوباره بیان شکستت بدن و بخون درس دوستی بهت یاد بدن و تو همش بترسی که نکنه دیگران بفهمن تو قبلا چی کار می‌کردی که نخون با دوست بشن. تو واقعا تو زمان سفر کردی؟ حالا دیدی؟ گفتم خوشش بیاد. ببخشید که کلن ارتباطمون قطع شد. تو میتونستی تو مدرسه جادوگری به من کمک کنی و منم میتونستم به تو کمک کنم. که خبیزه به تمام معنی نشم؟ میخندم. بذار فقط بگم که میدونم چه حسی داره که چیزی داشته باشی که خیلی بهش افتخار نکنی. وقتی همون موقع در زدی اومدی باید راستشو بهت میگفتم، من جادوگر بزرگی نیستم. اشکال نداره، حداقلش به خوبی و خوشی تموم شد. مطمئنم تولید بهمون افتخار میکنه. خب هر موقع خواستی بشو براش تعریف کنی، فعلا بهتری بری به کارمون برسی. راستی یادم رفت بگم، دارن شهر رو تخلیه میکنن. باید خودتو برسونی ایستگاه قطار. مگه اینکه جادویی چیزی داشته باشه که بتونه جلوی سرمایه شما رو بگیره، قلبو درست کنه و بچه‌ام بتونه کریستالینگشو داشته باشه؟ البته، خود کریستالینگه. بدونشون خواهرم. از این طرف فقط یکم دیگه مونده، ایسکو درست جلومونه. باید برگردیم. میدونم چطوری میتونم جلویشو بگیرم. فکر کنم همین بود. به نظر من که درسته، اما فقط یه راه هست که بتونیم بفهمیم. تلسپ کار نکرد. دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. یکی از شاگردان قدیمی من فکر میکنه که میدونه.
بازسازی همچین کاری تلسم خالی نیست. آره سعی کردم با تلسم تعمیرات اشیای باستانی درستش کنی، اما کار نمیکنه. قلب باستانی بالای 1000 سالشه، باید با یه چیز دیگه ترکیبش کنین، یه چیز که به قلب کریستال ارتباط نزدیک داشته باشه. مثلا کریستالین، ترکیب اون تلسم با خوشحالی و عشق، پونی هایی که برای جشن حضور دارن با همدیگه، و تلسم تغییر آب و هوا و دور کردن سرما، و کمی تلسم کنترل برای مامان باباش که نوسانات قدرت نینی رو درست کنه. اکول پکول، شما باید سامرس باشی. استارلایت گفت جادوگر قدرتمندی هستی. آه من جادوگر نیستم. اما اون همه عمرشو در مورد جادو مطالعه کرده، باید خونش رو ببینین و از اونجایی که کسی ایده دیگه نداره فکر کنم امتحانش ضرری نداشته باشه. من از تو ایلگ میخواستم کریستالرمون بشه، اما از اونجایی که به نظر میاد سرش شلوغه، باعث افتخار من این کارو بکنم. خب پس منتظر چی هستیم؟ شهروندان، این شما و این عضو جدید امپراتوری کریستالین. اون زیباست، واقعا بادبکره. بهترین کریستالینگ دنیا بود، نبود؟ برای پونی که کارش زیاد تو جادو خوب نیست، کارت خیلی خوب بود. دقیقاً، خوشحالم که تونستی راهی رو پیدا کنی که از استعدادت استفاده کنی. شاید از اونی که فکر میکنی جادوگر بهتری باشی. باورتون نمیشه، تو راه چنان هوا بد شد که قطارمون وایستاد. ولی همش ارزش دیدن این فرشته کوچولوی نازنازی رو داشت. آخه چه نازه، بیا بیشه مامان بزرگ جون. آره الان نگاش میکنین و میگی خیلی ناز و آرومه. فکر کنم اون تلس واقعا کار کرد. باید از سامبرس به خاطرش تشکر کنم. امیدوارم نقششو به عنوان کریستال جدی بگیره. یه حسی به هم میگه نینیمون میخواد یه پونی مثل اون در مورد جادو بهش نصیحت بده. کیندیس جان، میخواییم برای نینی اسم بذارین یه قرار کل زندگیمون مدام صداش کنیم بچه؟ ما از بلاری هارت خوشمون اومده. برای اینکه همه این اتفاقات یادمون بمونه. خدا، مگه میشه یادمون بره؟ به نظر من که خیلی قشنگه. خب دیگه تو جادوگر بزرگ امپراتوری کریستالی هستی، چه خوشت بیاد چه نیاد. مطمئن نیستم دیگه وقت جادوگر داشته باشم، این مسئولیت خیلی بزرگیه. من که هیچ پونی مناسب تر هستو به ذهنم نمیاد. فقط این که قول میدی در تماس بمونیم؟ مگه میشه ارتباط با قدیمی ترین دوستم رو قطع کنم؟ شماره چنده؟ چه شده تو ایلند؟
خودم هم نمیدونم چیه اسپایک. فکر کنم باید خیلی چیز راجع به معلم بودن و یاد بگیرم. آه چه حرفیه، تو عالی درست دادی. استارلایت و ساندبرگ و دوستشون از دو شروع کردن. اما نه به خاطر من، کلی اتفاق افتاد. فقط کاش میتونستم به شاگردم اونجور که باید توجه کنم. خب درستی که باید به رای راست هدایت بشه، اما این که به خودش فضای تصمیم گیری بدی هم خیلی خوب کار کرد. مگه سلستیا خودش یک کار بهت آموزش داد کلک؟ راستش که الان بهش فکر میکنم دقیقا همینطوره. شاید از اونی که فکر میکنی معلم بهتری هستی.